آدما غم نان دارن. کسی که بازیگره میاد کار بکنه که در واقع دستمزدش رو بگیره. نقش اول مردمون 2 ماه کار کرد، تهیه کننده پولش رو نداد. آقای غفارمنه نیومد از سر کار. کار نخوابید. نه فیلمنامه رو تغییر داد. فیلمنامه تغییر کرد به راحتی تغییر کرد. اصلا برای اینا کاری نداره. متاسفم. مخالف اومدن آدمای جدید نیستم. ای کاش ظرفیتش رو داشته باشه و در واقع پتانسیل موندنش رو هم داشته باشه، یهو ورم نکنه مثل باد بادک. ولی اجازه بدن مثل ما پله 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 بیان بالا و لابلای این پله ما کلی خوردیم زمین، کلی رفتیم جلوی دفتر رو پیشنهادهای آنچنانی به خود من کاری به کسی ده. پیشنهاد دوست شدن. از من پرسیدن نظرتون راجع به صدف طاهریان چیه؟ گفتم شما خودتون عقل دارید ببینید. رفتن اونور برهنه شدن و شروع کردن به بد گفتن. ایشون میرن فاش میکنن ماجراهایی رو، شما که الان ظاهرت مشخصه، شما آفره. چه حرفی داری واسه گفتن؟ چرا گلشیفته فرهانی هیچ وقت چیزی رو فاش نکرد؟ استاد طارق عزیز، گفتم من دختری رو میشناسم که بعد اینکه به خواسته ها جواب مثبت نداد، با اینکه قرارداد داشت اونو گذاشتن کنار. بس خود منم همینطور بودم. چند تا از کارا رو نام ببرم. کارگردان ما رو کشید این برا، گفت چرا من هی میام داخل اینستاگرام دایرکت شما پیام میدم منو فالو نمیکنید خانم دلشاد؟ بابت همین من دوست ندارم شما نقش اولو بگیرید. گفتم اصلا شما رو نمیشناختم تا همین الانشم. قرارداد نوشته شد، امضا زدیم، قرار شدش که 3-4 روز بعد من شیراز باشم. اس ام اس دادن که خانم دلشاد ما هر چی 2-2 تا 4 تا کردیم دیدیم شما به درد کار ما نمیخورید و دلیلش اینه که هیچ چیزی از شما و نه هیچ چیزی از شما به ما نمیرسه. رفتم قرارداد بستم برای نقشمونس، خود نقشمون است، نقش اول. یه دورخونی هم کردیم با آقای امین حیایی و بازیگرای دیگه. درسته. آقای حمید رخشانی یه هفته قبل از اینکه در واقع کار شروع بشه خودشون به من زنگ زدن که امشب ما میتونیم هم دیگه ببینیم. گفتم بله چرا که نه، ولی الان ساعت 1 آقای رخشانی. بعد گفت هر ساعتی باشه، میخوام زوایای مختلف صورت شما رو ببینم. بعد خیلی به سرعت گفتن دوره هم باشیم درینک بزنیم. گفتن که ما تو رو دیدیم تو خیابون عباس آباد داشتی میرفتی، دست یک دختر بچه رو گرفته بودی ماشین، این ماشین بود گروهمون برداریم اطرافه بود با آقای حیایی. دیدم که این که همون نقشی بود که من قرار بود کار کنم که آقای رخشانی کارگردان به من زنگ زده بودن. عجیبه، ولی من که بازی نکردم. زنگ زدم به راما قویدل، گفتم ماجرا چیه؟ گفتن عوض شدی. آقای حمید رخشانی زنگ زدن به آقای شریفی نیا و گفتن که من یک کسی رو میخوام عین خانم لیلا بوشهری. آقای شریفی نیا با آلبوم این زیر بغل اومدن باز کردن. بهرام رادان گفتش تو مصاحبه هر کی از این فضا ناراحتی میتونه بره. ایشون به نظر من خیلی اشتباه کردن، این صحبتو کردن. ایشون یک آقا هستن. زمانی که به یک خانم، چه دختر چه خانم، این حرف رو میزنن که شما چجوری میتونید ما رو ساپورت کنید، یعنی چی؟ قرارداد نوشته شده، تموم شده، چطور میتونید ما رو ساپورت کنید؟ خب ساپورت کردن من بازی خوبمه. ایشون حق اینو نداشتن که بگن که کسی که ناراحته بره بیرون. ولی هر کسی رو واقعا وارد مقوله نکنیم. ببخشید، طویله همه دری داره. سینما الان طویله شده انگار. یعنی هر حیوانی سرشو میندازه میاد پایین، میاد توی سینما با داشتن پول و ارتباط. شأنیت آدم‌ها رو نگه دارن، از آدم‌ها استفاده کنن که زحمت این کارو کشیدن و حداقل سواد این قضیه رو دارن. تمام. بسیار عالی. ممنونم از شما.